جاده ای هستش که داریم میریم، محل کمپ پناهنده ایرانی که از ترکیه گریختن و اومدن به یونان. اینجا گفتن که همین محله محله هستش که برای پناهنده هاست. چون اولین باری که داریم میریم اینجا خود من آشنا نیستم و میدارم که همین محله ها بگرم پیداشون بکنم. سنتکس اون محله هستش، اون ساختمان ها برای پناهنده هاست. بیلدیم جایی هستش که پناهنده ها رو نگه داشتن. خب ما چی برای اونا به چرختی میتونیم بریم تو؟ نمیذاره، داخل نمیذاره، ملاقاتی هستن. جدا میگی؟ میگه الان به من گفت برو اداره پلیس اجازه بگی برگرد اینجا. حالا اگر از اداره پلیس یه دونه به اسم برگه بگیری که من میتونم ملاقات کنم شاید بزنم. خب اینجوری راه نمیده، شیبران. آره ما اگه بخوایم چیزی ببریم برای اونا چی ببریم الان؟ آب، غذا، آب سرد دستان وجود نداره. آب چایی، آب چو آب چایی دیگه چیز دارن. نون اینا دارن. نون دارن، نونشون فول میدن. خب آب ببریم. آب سرد، چایی، نوشابه، این چیزایی که به حساب الان فصل گرماست، ممکنه بدنشون گرم. هندونه ببرم. هندونه ببر، خیلی عالیه. آره عالیه. باشه. چون میری بعد برگردی؟ برگردی نکن لطفا. برو نه. باید برگرد افغانستان؟ نه بزا بکن. سلام بر همه ایرانی ها. من خودم متولد تهران هم. به طور پلیس هم بلده. شما برمیگردی دوباره؟ آره تو به طالا خیلی بودم. ما همون میریم. من همین الان من توی فروشگاه هستم که داریم برای کسانی که توی کمپ اردوگاه پناهنده های توی جزیره میترینی هستش، چون خیلی هم حرارت خیلی گرم اینجا هستش و اجازه گرفتیم از پلیس اجازه نمیدم بریم توی یک ساعت نیم توی اداره پلیس بودم که اجازه بگیم که بریم تو. حالا راضی شدن که ما برایشون یه خود آب و آب میوه و این چیزا رو بگیریم ببریم برای اونجا. الو صحبت کردی؟ این زندانه که چیز هست؟ اون بالا سیاه کچلا کچلا آن خانوما، بیرانی، همش زوم باید از اون آمدن ایرانی ها. من در جزیره میترینی هستم با یکی از همیهنان افغانیمون که در اون بازداشتگاه کمپ پناهندگان بازداشت بوده و الان 3-4 روزی که آزاد شده. داریم درباره این کمپ صحبت میکنیم. اسم شما چیه؟ داوود. شما چند سالتونه؟ 13 سال. آها. شما اهل کجا هستید؟ من اصلیت افغانی هستم ولی متولد تهرانم. چند وقتی از ایران اومدین بیرون؟ خلوش 3 ماه میشه. 3 ماه.
کی رسیدیم به یونان؟ یونان تاریخش 2006 تقریباً 7 روز بار رسیدیم 7 تقریباً ما الان امروز آزاد شدیم 3 روز هم از کمپ بودیم 3-4 روز ما یونان هست 3-4 روز یونان هست 3-4 روز هم تو کمپ بودیم چقدر باید به قاچاقچی ها پول میانید که شما بیارن تا اینجا بیارن؟ اونجا آقا بهتون بگم سه مدل راه دارن سه مدل یکی گارانتی بهش میگن که با کشتی های بزرگ بیارن خب. اون قیمتش هست 3000 دلار 3000 دلار خب یه مدل دیگه‌اش هست با قایق موتوری میارن سرون از 40 نفر 30 نفر رو سوارش میکنن میارن تو این جزیره اون قیمتش از 1000 دلار شروع میشه تا 1800 دلار خب یه مدل دیگه‌اش هم هست با قایق بادی میارن خب 5 نفر میشن اونم قیمتش هست از 300 دلار تا 780 دلار قاچاقچی ها بهتون واقعا میگن که با خود چه قایق بیان یا خودتون تصمیم میگیرید خودمون به بستگی به پولمون تصمیم میگیریم کدوم راه رو انتخاب کنیم شانس قایق بادی 80% رسیدن 20% 80% برگشت میخوره 20% چی میرسه ولی قایق موتوری نه 60% شانس داری چی برگشت بکنی 40% میرسه به جزیره گارانتی هم که میاره اون 90% میرسه به جزیره بعدا این چند بار تا حالا سعی کردی که وارد اینجا بشی که موفق بشی من بالا 4 دفعه سعی کردم بیام اینجا 4 دفعه برگشت کردم دفعه پنجم رسیدم این کمپی که اینجا هستش چند تا افغانی هستش چند تا ایرانی هستش افغانی هلوهش رو بگم افغانی زیاده ایرانی ها میان اینجا خودشون افغانی معرفی میکنن به دلیل اینکه چی ایرانی ها 3 ماه زندان میشن اینجا هلوهش 1 ماه رو اونجا 2 ماه بعدش میرن آتن زندان میشن اونجا بدترین شرایط در طول 2 بار حق دارن دستشون بیارن اوضاعشون خیلی نازکه اینجا باز بهتره بعد هر ایرانی که میاد اینجا خودش افغانی معرفی میکنه تا زودتر آزاد شه بعد از 3 روز اینجوریه حالا بس ایرانی الان ما اینجا بودیم هلوش 20 نفر ایرانی بود که خودشون افغانی معرفی کردن افغانی هلوش 10 نفر بود 10 چند تا زن و بچه هستن؟ زن و بچه هلوش 15 نفر زن و بچه هم که 5-6 تاشون ایرانی هم 5-6 تاشون افغانی هم چند تاشون هم سومالی هم رفتار پلیس های مرزی یونان یا ترکیه با این پرنده چی بود؟ من که میگم خودم 4 دفعه برگشت کردم سری بله بله سری سوم ما رو گرفتن 8 نفر بودیم یکی با 2 تا قایق هر کدوم 4 نفر سفر قایق یکی از بچه همون پنچر شده بود کمباد شده اصلا بادش به کلی رفته بود قایق ما باد داشت قایق ما رو گرفتن با خودشون بردن قایق پنچر بردن ما رو وسط آب ترکیه ول کردن 8 نفر با یک قایق پنچر پلیس یونان بعد ما هم خلاصه 8 تلفن زدیم به پلیس تلفن داشتیم پلیس ترکیه تلفن زدیم گفت بیاید ما رو از آب بگیرید نیومدن هر چه چراغ دادیم هیچ کی نیومد به کمک اون برسه خلاصه با هزار بدبختی نفر یه دونه تیوب داشتیم با همون خودمون رسیدیم به خشکی همین دیگه لباسامونو پلیس یونان لباسامونو گرفتن انداختن تو آب پولامونو گرفتن کفشامونو گرفتن فقط با یه دونه شلوارک ما برگشتیم استانبول این یکی از دفعه‌هایی که گرفت این یکی از رفتارهایی بود که با همه همین کارو میکنن چند درصد از اینا که میان اینجا ایرانی هن چند درصد افغانی هن یا از کشور دیگه بلا بگم هلوش 60 درصدشون افغانی 60 درصد 60 درصد افغانی اینه هنوز که هنوزه مردم افغانستان ترک میکنن افغانستان اوضاع مناسبی نداره برای فعلا درست میگن آمریکا اومده دولت برقرار شده حساب امنیت هست ولی اینطوری نیست در هر گوشه و کنارش هنوز جنگ فلان تفنگ همه چی هست اوضاع مناسبی نداره نمیدونم من که تو تهران زندگی کردم با شرایط مناسب زندگی حالا چی کم چی خوب بوده ولی نمیتونم برم تو افغانستان تو خیلی زندگی کنم اونه که نداره نمیتونم تو خیلی زندگی کنم میخوام درس بخونم ادامه تحصیل بدم افغانستان این امکانات برای من نمیتونه فراهم مجبورم رو بیارم به اروپا ایرانم بخوام بمونم ایران هر دو قدم رو میری یه مامورش میاد آقا مدارکشون از سر میبره تو کوچه خلوت جیبات هر چی پول داشتی لخت میکنه میگه برو با این وضعیت هم آخوندا همین چیزای آخوندا برای با این وضعیت هم نمیتونم نه ایران زندگی کنم نه افغانستان رو آوردم حالا به اروپا ببینیم چی میشه